حالتون چطوره رفقا؟ همونجور که میدونید یکی از مهمترین بخشای ساخت ویدیو و تولید محتوا داشتن یک کاور جذاب و باحاله که باعث میشه ویدیوتون بیشتر ویو بخوره. حالا امروز برای نمونه میخوام یکی از کاورای یوتیوبر معروف ایرانی یعنی میاپلیز رو براتون دوباره درست بکنم تا ببینید که اونقدرم کار سختی نیست و خودتون میتونی به راحتی این کار انجام بدی. پس تا آخر ویدیو با من همراه باشین تا از صفر تا صد ساخت این پروژه رو بهتون یاد بدم. همین اول کارم لایک یادتون نره، کانال ما رو سابسکرایب بکنید، اون زنگوله رو هم بزنید تا ویدیوی خفن بعدی ما عقب نمونیم. زودتر بریم تا کاور رو درست بکنیم تا ببینیم که چه جوری بعدی کارو انجام بدیم. برنامه‌ای که می‌خوایم باشین کارو انجام بدیم برنامه فتوشاپه که لینکش هم براتون می‌ذاریم توی کانال تلگرام گیم موشن تا از اونجا بتونید دانلود بکنید. هر فایل دیگه هم که نیاز باشه، حالا از عکس گرفته تا هر چیز دیگه هم براتون اونجا آپلود کردیم تا بتونید به راحتی دانلود بکنید و تمرین بکنید. میاپلیز معمولاً عکسای کاورشو از تو خود ویدیو انتخاب میکنه و ما هم دقیقاً رفتیم اون عکسی که رو کاور بود و اون قسمتای ویدیوشو پیدا کردیم، اسکرین شات گرفتیم و الان عکساشو آماده داریم. حالا که برنامه فتوشاپون آماده است بازش میکنیم. حالا میایم اون عکسی هم که مد نظرمون هست و انتخاب کردیم و میاریم میکشیمش توی همون هوم اصلی خود فتوشاپ و عکس باز میشه برام. دقیقاً این قسمت کوروش قضیه است، یعنی کوروش رو ما باید بیایم از اینجا ورش داریم. برای این کارم میایم روی سلکت کلیک میکنیم، بعد گزینه سابجکت رو انتخاب میکنیم، بعد که میزنیم خود فتوشاپ میاد چیکار میکنه؟ میاد اون بخش هایی که در واقع آدم و یا شخصی است رو برامون جداگونه انتخاب میکنه. حالا ما اینجا فقط کوروش رو بهش نیاز داریم. میایم چیکار میکنیم؟ میایم روی گزینه چهارم انتخاب میکنیم تا اون قسمت هایی که خود فتوشاپ برامون میاره انتخاب کرده رو حذفش بکنیم. برای این کارم کافیه که آلت رو نگه دارین و اون قسمت هایی که نیاز هست و روش با کلیک کردن بزنید تا پاک بکنه اون قسمت رو، تا دیگه توی تصویر نباشه، تا جایی که فقط دیگه کوروش رو انتخاب کرده باشه توی ویدیو. به این صورت پاک میکنیم. خب حالا دیگه فقط الان دور کوروشه که انتخاب کرده خود فتوشاپ. بعضی جاش فقط ناقصه که اونا هم باید با همون گزینه چهارم یا همون کویک سلکشن تول بیایم درستشون بکنیم و انتخاب بکنیم و اون قسمت هایی که اضافی است و با نگه داشتن آلت حذفشون بکنیم و اون قسمت هایی هم که میخواییم باشه رو بدون گرفتن آلت با خود همون کلیک کردن به تصویرمون اضافه بکنیم. میتونیم با اون ذره بینتون گزینه آخر هم عکس رو زوم بکنیم و بعد به صورت جزئی و دقیق این کار رو انجام بدیم به این شکل. چون خود فتوشاپ وقتی اتومات این کار رو انجام میده خیلی دقیق و تمیز این کار رو براتون در نمیاره و نیاز داره که شما خودتون به صورت دستی هم این کار رو انجام بدید. وقتی که دیگه تمیزکاریمون تموم شد فعلا با این کاری نداریم، میریم عکس دوممون رو میاریم انتخاب میکنیم و در واقع نصف بقیه کاور که اینجا صورت میاه عکس رو باز میکنیم. دوباره همون مراحلی که برای کوروش انجام دادیم و بعد اینجا تکرار بکنیم. روی سلکت کلیک میکنیم، میایم گزینه سابجکت رو انتخاب میکنیم و بعد دوباره مثل قبل خود فتوشاپ برامون این قسمت هایی که میخواییم رو جدا میکنه، ولی باز الان نیازی به کوروش نداریم. باز اون گزینه چهار رو کویک سلکشن تول رو ور میداریم با گرفتن آلت اون جایی که نمیخوایم و شروع میکنیم به پاک کردن تا تو تصویرمون نباشه. بعد دوباره میایم زوم میکنیم تا همون تمیزکاریه که برای کوروش انجام دادیم هم این ور انجام بدیم. به این صورت شروع میکنیم به جدا ساختن اون چیزایی که میخوایم. مثلا اینجا صندلی رو انتخاب کرده و بعضی موقع رنگا خیلی شبیه همه باعث میشن که خود فتوشاپ اشتباه بکنه و اینا رو با هم انتخاب بکنه، ولی خب ما اینا رو با زوم کردن روی تصویر سعی میکنیم که درست درش بیاریم تا بعدا کارمون راحت تر باشه اون بر توی کاور زدن. خب حالا دیگه اینجا هم کارمون تموم شده، الان وقتشه که بریم یه پروژه جدید بسازیم تا بتونیم که این دوتا لایه عکسمون رو بیاریم اونجا. روی فایل کلیک میکنید، روی نیو میزنید، یه صفحه ای براتون باز میشه. روی 1920x1080 به صورت کاستوم کلیک کنید و اینجا توی بک‌گراند کانتنت میتونید رنگ اون بک‌گراندتون هم انتخاب بکنید که توی این کاوری که زده بودن تقریبا بین نارنجی و زرد بود که ما اینجا انتخاب میکنیم. روی اوکی کلیک میکنیم و بعد گزینه کرییت رو انتخاب میکنیم. حالا همونجوری که دارین روی صفحه هم میبینید برامون یه صفحه باز شده که الان میخوایم کاور اصلی رو اینجا پیاده بشه. وقتی که پروژه‌مون رو ساختیم الان بعد بیایم سراغ عکسایی که
قبل از این درستشون کردیم. الان روی عکس اول میایم، روی اون دوباره کلیک میکنیم، گزینه اول انتخاب میکنیم، میایم روی همون قسمتی که از کوروش جدا کردیم، اونو میایم میکشونیم روی عکس سوم یا اون پروژه جدیدمون و اونجا ولش میکنیم روی تصویر. الان عکس کوروش رو توی این بک‌گراندمون داریم. حالا میایم دوباره سراغ عکس دومی، همون میاد دوباره به همون صورت با گزینه اول روش نگه میداریم، میکشونیم به سمت خود تصویر، دوباره اینجا ولش میکنیم. الان همونجور که دارین توی صفحه مشاهده میکنین، ما دوتا تصویرمون رو داریم و اصل کار رو اینجا انجام دادیم. حالا نوبت به چی میرسه؟ نوبت به یه سری تمیزکاری. همونجور که دارین تو صفحه میبینین، یک سری خطایی معلوم میشن که همون موقع که داشتین تصویر اصلی رو جدا میکردین، اینا بعضی موقع ها باعث میشه که بمونن. کارش هم خیلی راحته، به راحتی میتونین این کار رو انجام بدین. فقط این که روی این لایه بعد کلیک بکنین و گزینه Erase Tool یا همون پاک کن رو انتخاب بکنین و شروع بکنین به پاک کردن اینجور خطا. ولی خب شاید اینجا تو این قسمت مال اون لایه نباشه، به خاطر همین روی دو تا لایه امتحان بکنین تا ببینین که کدوم یکیه. که روی این برای لایه میا بود، قشنگ این خطای اضافه رو پاک میکنیم تا چیز اضافه ای تو تصویرمون نباشه. قشنگ زوم هم میکنیم که یه موقع مشکل ایجاد نشه. حالا یه موردی که هست، باید یه سری تمیزکاری هم شما انجام بدین، به خاطر اینکه بعدن که ما یه به قول معروف دورچین میخوایم برای یا همون بوردر میخوایم برای عکس انتخاب بکنیم، باعث میشه که خیلی تمیز زنه. به خاطر هم با همون گزینه پاک کن یا اریز تول شروع کنین این دور این عکسای همین لایه هامونو بیایم یک کم یه حالتی ازش رو ورداریم تا اون حالت اون پاورچینیشو از دست بدیم، اینطوری نقطه 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 خط خط نباشه و یه حالت خط صافی رو باشه که بعدن اون بوردر میاد کار تمیزی در بیاد. به این صورت میایم خیلی آروم خیلی آهسته. اگر یه موقع اون وسط ها اشتباهی هم انجام دادیم، با گرفتن کنترل زد باعث میشه که در واقع اون عمل اشتباهتون برگرده. به خاطر همون اصلا نگران این قضیه نباشید. به این صورت شروع میکنیم به پاک کردن و تمیز کردن. همینجوری ادامه میدیم تا قشنگ همه اطراف عکس ها رو بتونیم پاک بکنیم. خب همونجور که داره میبینین دور تیشرت معمولا دور صورت ها یک سری خط هایی هست که اینا باید پاک شه تا آخر سر کارمون تمیزتر از آب در بیاد. به این صورت پاک میکنیم، شروع میکنیم به تمیز کردنشون. اینجا یه سری رنگ‌های اضافی رو برمی‌داریم. بسیار عالی. بعد از اینکه این تمیزکاریامون تموم شد، میایم چیکار می‌کنیم؟ میایم جایگذاری اینا رو درست می‌کنیم. برای اونم روی اون لایه‌ای که می‌خوایم یا همون عکس میام مثلا کلیک می‌کنیم، کنترل و تی رو با هم می‌زنیم. یه چند تا در واقع یه بوردر و یا همون چند تا خط دور عکس ظاهر میشه که الان دیگه میتونیم با بالا پایین کردنشون اونا رو سایزشون رو تغییر بدین، جلو عقب بکنین، بزرگ و کوچیک بکنین و هر چیزی جوری که دوست دارین اونو انجام بدین توی کاوراتون. به این صورت ما الان میایم یه ذره بزرگ میکنیم، از این ورم کوروش رو یه مقدار سایزش رو تغییر میدیم تا اون چیزی که میخواییم و دلخواهیمون هست رو انتخاب بکنیم. حالا بعد این قضیه نوبت میرسه به چی؟ همون اون قضیه بوردری که بهتون گفتم و به خاطر اون تمیزکاری ها رو انجام دادیم. روی اون لایه‌ای که میخواین یا همون عکس دابل کلیک میکنید، یه صفحه ای باز میشه. یه گزینه هست که گزینه پنجم به نام استروک. تیک استروک رو بزنید، روش کلیک بکنید و اینجا میبینید که یه حاله‌ای دور اون عکس به وجود میاد. رنگش رو تو اون کالر میتونید انتخاب بکنید، سیاه بزنید و قسمت سایزش هم میتونید عقب جلو بکنید تا هر سایزی که دوست دارین رو بذارین بمونه. من خودم سایز 13 رو انتخاب میکنم، به نظر من کافی اندازه است. دقیقا برای میام همین کار رو میکنیم. دوباره روی اون لایش دابل کلیک میکنیم، تیک گزینه استروک رو میزنیم، خودش رنگ سفید و سایز 13 هم که هستش. الان همونجور که داریم میبینیم داریم هی نزدیکتر میشیم به پایان شدن کار. حالا کاری که باید انجام بدیم چیه؟ بیایم یک سری آیتم ها و عکس های اضافی که داخل در واقع عکس و یا همون تامنلشون هست و اضافه بکنیم. برای این کارم شما
هر عکسی که بخواید اضافه بکنید به اون تصویر کاورتون باید اون چیزی که میخواین، مثلا ما اینجا یه دونه عنکبوته، شما میایین این فایل عنکبوت رو به انگلیسی میایین سرچ میکنین توی گوگل و پشتش پسوند PNG رو تایپ میکنین. وقتی که این رو تایپ میکنین شما اون عکسی که براتون خود گوگل میاره رو با سیو کردنش دیگه وقتی که اونو میارین میندازین روی پروژهتون دیگه اون بک‌گراندش رو نداره و فقط اون عکسی که نیاز دارین رو براتون اونجا میندازه. یه دقیقا ما هم به همین نیاز داریم. من از قبل اون عکس عنکبوت رو به صورت فایل PNG دانلود کردم و حاضره. حالا من از قبل این فایل PNG عنکبوت رو دانلود کردم. میایم از پوشمون بیایم انتقالش بدیم به پروژه. به این صورت میندازیم. ولی باز بعضی موقع همه PNG ها مثل این یه سری ریزه‌کاری‌ها دارن و رنگایی که اونم باید با پاکون پاک بکنیم. اونم باز خیلی کار راحتیه. فقط اینو نکته توجه داشته باشین که این فایل PNG اگه می‌خواید راحت بتونید تکونش بدین و روی تصویرتون نیفته باید بیاین زیر این لایه‌ها قرارش بدین تا روی تصویر در واقع اصلیتون نیفته. حالا با برداشتن پاکون میایم شروع می‌کنیم تمیزکاریشو انجام میدیم. این خطای سفیدی که دارین می‌بینین رو شروع می‌کنیم به پاک کردن. به این صورت تا کارمون هم تمیزتر باشه هم با دقت بیشتری انجام بشه. ولی خب همه فایل های PNG اینطوری نیست، ولی خب چون من میخواستم دقیقه این اون در بیاد این کار رو باید انجام میدادیم. بعد از اینکه این تمیزکاریاتون هم انجام دادین نوبت میرسه به المان بعدیه. بعد از اینکه این تمیزکاری هم انجام دادیم حالا میریم سراغ تغییر سایز این عنکبوته. کنترل تی رو بزنید دوباره یه چارچوب براتون نمایان میشه، قشنگ میتونین جایگذاریش بکنین، بزرگ کوچیکش بکنین، چپ و راستش بکنین و هر جایی که دوست دارین تو تصویرتون باشه انتخاب بکنین که توی تصویر اصلی هم به این صورت بود. حالا میایم عکس دومی که نیاز داریم و اونم یه دایره قرمزه که اونم باز دقیقا مثل اون عنکبوته. فایل PNG شو من دانلود کردم و الان حاضر آوردم انداختم تو پروژه. اینم باز جایگذاریشو انجام میدیم. میبینید این دایره قرمز باز زیر عکس کوروشو میافتاده، دقیقاً این چون به خاطر اینکه لایه‌اش اونجا زیر لایه اون قرار داره. قشنگ بعد اینکه اینا رو جایگذاری کردیم حالا میایم سومین المان پروژمون هم یه اموجیه که توی کاور بود، اونم باز به همون صورت PNG الان همونجوری که دارین نگاه میکنین زیر اون دایره قرمز افتاده، به خاطر همون میاریم لایه‌شو بالای دایره قرمز. اونم باز با کنترل تی اندازه‌شو تعیین میکنیم، بزرگ کوچیکشو انجام میدیم همونجوری که توی تصویر اصلی هستش. تا الان ما 90% کارو پیش رفتیم، یعنی دیگه آخراشیم. توی کاور اصلی اگه دقت کرده باشین معمولا کاورهای میا پلیز بک گراندشون دو تا رنگه و از دو تا رنگ متفاوت تشکیل شده، ولی خب الان ما یه بک گراند داریم. اونم باز میایم توی گوگل میتونین سرچ بکنین اون رنگی که میخواین و من از قبل اینو آماده دارم، دانلودش کردم، اونو میارم میکشم تو تصویرم و قسمت لایه‌شو تعیین میکنم تا زیر عکس بیفته و این قسمت پشت کله کوروش میذارمش تا دقیقا مثل خود کاوره اصلی بشه. خب. الان که دیگه اکثر کار رو انجام دادیم میرسیم به یکی از مهمترین بخشای کاور زدن و اونم نوشتن یه متن، حالا یه کلمه میتونه باشه، یه جمله میتونه باشه و کلن یه چیزی مربوط به خود ویدیوتون باشه که معمولا میا پلیز به این شکل این کار رو انجام میده. شما روی گزینه اینجا یه دونه مستطیل شکل میبینید، روش کلیک میکنید که در واقع ریتراینگل توله، اونو که انتخاب کردین میایین این قسمت راست رنگی که میخواییم باشه رو هم انتخاب میکنین که سفیده، اینجا یه دونه مستطیل باز میکنین به این شکل. مستطیل رو که باز کردین الان میبینین زیر عکس ها میارین اولین لایه، یعنی بالاترین شکل که روی همه تصویر باشه. بعد از اینکه این کار انجام دادین لایه رو انتخاب میکنیم، دوباره کنترل تی رو میزنیم تا اون شکلا نمایان بشن تا بتونیم جابجاش بکنیم. بعد از اینکه جابجا کردیم بزرگ کوچیکش رو اندازه دادیم، اگه دقت کرده باشین توی کاور اصلی حالت منحنی داره، یعنی مستطیل ساده نیست. برای اینکه این کار رو انجام بدین بعد گزینه کنترل رو نگه دارین و با موستون گوشه های تصویر رو یا در واقع گوشه های همون مستطیل رو سعی بکنین جابجا بکنین و هر شکلی که دلتون بخواد رو بهش بدین. به این صورت که اینور پهن‌تر میشه و اونور باریک‌تر میشه، ولی باز شما هر شکلی که دوست داشتین رو میتونین انجام بدین. بعد از اینکه کارتون با این شکل مستطیلی و ازلا و اینا تموم شد نوبت میرسه به نوشته‌ای که میخوایم. میایم اینجا روی گزینه‌ها، یه گزینه‌ای هست به نام تی
اون گزینه رو انتخاب میکنین که همون تکسته و بعد یک با موستون اینطوری میکشین تا یک مستطیلی باز شه. رنگ اون تایپتون هم باز از همون قسمت کالر انتخاب میکنین که مشکی باشه چون پس زمینه سفیده و اینجا هر چیزی که دوست دارین رو تایپ میکنین که حالا توی کاور اصلی کلمه بکشش بود با 3 نقطه و 1 علامت تعجب. متنتون که نوشتین کلش روش دابل کلیک میکنین، بعد میایین روی اون قسمت دوباره همونجا که کالر انتخاب کردین یه جا سایز اون متنتون رو میتونین بزرگ و کوچیک بکنین، هر چقدر که میخواین قشنگ بزرگش میکنین تا به اندازه اون مستطیلتون برسه. بعد دوباره به اندازه کافی که بزرگش کردین میایین سلکتش میکنین تا بتونین تکونش بدین. دقیقا مثل همون کاری که با مستطیل کردیم الان اینجا بعد با متن انجام بدین. دوباره کنترل تی رو میزنید تا اون مستطیل دورش بیاد و بعد وقتی که قشنگ کجاش اینا کردین میایین کنترل رو نگه میدارین تا بتونین که اون تغییرات لازم توی متن رو بدین که قشنگ بکش، یعنی بکشش رو بتونین بکشونین. به این صورت باز اگه تغییر دیگه هم خواستین تو فونتش بدین این بالا تو این قسمت میتونین هر فونتی که دلتون بخواد رو انتخاب بکنین که حالا ما نزدیکترین فونت رو به فونت اصلی انتخاب کردیم. این بغل هم یه سری ویژگی‌هایی داره تو همون قسمت که رنگ و اندازه سایز انتخاب کردیم میتونین در واقع زیرش خط بکشین یا پهن‌تر و کلفت‌ترش بکنین تا دقیقاً شبیه به اون چیزی که می‌خواید بشه. به این صورت خب الان دیگه همونجوری که دارین می‌بینین پروژه ما تموم شده و میتونم بگم که دقیقاً همون کاوری که این خودشون زدن رو براتون زدیم. خب بچه ها همونجور که دیدین کاور رو زدیم و این الان نمونه کار خود اصلیشونه که زدن، این هم نمونه کاری که معدان زدن. پس همونجور که دارین میبینین اونقدر تفاوتی بینش نیست و شما هم میتونین به راحتی این کار رو انجام بدین. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و بتونه بهتون کمک بکنه تا کاورهای بهتری بزنین. حتما حتما لایک یادتون نره، نظراتتون هم این پایین بنویسین، همه رو میخونیم، سوالی هم داشتین بپرسین ازمون. اگه حمایتتون خوب باشه حتما براتون نحوه کاور زدن توی گوشی هم یاد میدیم. پس تا یه ویدیوی دیگه مراقب زیباییاتون باشید.